سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدید. از این جلسه میخوایم با هم یه مبحث جدیدی رو توی درس ریاضیات گذسته شروع بکنیم و اون مبحث نظریه اعداد هست. خب ببینیم مثلا نظریه اعداد چه مبحثی تو ریاضیه و چرا ما باید یه چنین چیزی رو یاد بگیریم. نظریه اعداد یه شاخه از علم ریاضیه که به بررسی خواص اعداد طبیعی میپردازه. بررسی خواص اعداد طبیعی. یادتون میاد توی ریاضیات سالهای گذشته وقتی که با اعداد طبیعی آشنا شدیم گفتیم که مجموعه اعداد طبیعی رو با حرف n بزرگ نمایش میدن و در واقع اون چیزی نیست جز همین اعدادی که ازشون برای شمارش استفاده می‌کنیم مثل یک دو سه و به همین ترتیب و بعد گفتیم یه حالت تعمیم یافته از اعداد طبیعی مجموعه اعداد صحیحه که با حرف z بزرگ نشونش میدن و اونم چیزی نیست جز همون مجموعه اعداد طبیعی که شامل اعداد منفی و صفر هم میشه خب گفتیم که مبحث نظریه اعداد مبحثیه که به بررسی خواص این جور اعداد میپردازه خب چه چیز خاصی راجع به این جور اعداد وجود داره که ما باید یه درس رو بهشون اختصاص بدیم مگه ما توی درس های ریاضی دیگه ای که میخونیم با چیزی جز اعداد سر کار داریم اونجا هم با عددا سر کار داریم دیگه درسته ولی اگه یه خورده دقت بکنیم میبینید فرقی که اینجا با درس های ریاضی دیگه مثل حسابان مثل دیفرانسیل یا دیگه داره اینه که اونجا ما با مجموعه اعداد حقیقی سر کار داریم به این معنی که اونجا مثلا بین عدد یک و دو توی عدد حقیقی شما بینهایت عدد دارین درسته ولی توی اعداد طبیعی و اعداد صحیح این مجموعه ها خاصیت اساسی که دارن اینه که یه سری مجموعه های گسسته هستن به این معنی که اعضاشون از همدیگه گسستن مثل مجموعه عدد حقیقی پیوسته نیست در واقع مثلا یک عضو اول عدد طبیعی و عضو بعدیش دو و بین این دوتا یه فاصله است که توش هیچ عددی نیستش برخلاف عدد حقیقی که بین این دوتا بی نهایت عدد ممکنه وجود داشته باشه پس یکی از خواص اینجور عداد که اونا رو خاص میکنه و ما کلا یه علم رو بهشون اختصاص میدیم گسسته بودنشونه و الان بیشتر متوجه میشین چرا اسم این درس درس ریاضیات گسسته است خب حالا چرا اصلا ما باید بیایم اعداد گسسته رو بررسی کنیم مگه چه چیز خاصی راجع بهشون وجود داره چیزی که هست اینه که شما بعدا که بخواید مسائل بزرگتری رو تو علم ریاضی و علوم دیگه حل بکنید نیاز دارید که اونا رو مدل بکنید و بعد با برنامه رویسی اونا رو بدین به کامپیوتر که براتون پردازش بکنن و کلا چیزی که راجع به کامپیوتر وجود داره اینه که کامپیوتر خب یه حافظه محدودی داره نمیتونه با مجموعه های پیوسته کار داشته باشه مثلا نمیتونه کل اعداد حقیقی رو تو خودش ذخیره کنه کامپیوتر با مجموعه های گسسته سر کار داره چون یه حافظه محدودی داره و همه مسائل رو به صورت اعداد گسسته مدل میکنه و روی اونا عملیاتش رو انجام میده حالا هر شما بیشتر با نحوه عملیات روی اعداد گسسته و خواستشون آشنا باشین بهتر میتونید با کامپیوتر در واقع ارتباط برقرار کنید و مسئلتون رو براش جوری مدل کنید که بهتر بتونه حل کنه یه چیز دیگه هم که راجع به نظریه اعداد وجود داره که خواهش میکنم بهش دقت بکنید این است که تو علم نظریه اعداد غیر از نفس یادگیری خواص اعداد گسسته و عملیاتی که روشون میشه انجام داد شیوه های استدلال خیلی جالبی وجود داره شیوه هایی که ما ازشون استفاده میکنیم تا قضایی ها رو ثابت بکنیم تو درس ریاضیات گسسته در واقع خیلی ابزار قوی هست که اگه به نحوه فکر کردن تو حل مسائل در ریاضی گسسته دقت بکنید خیلی راحت میتونید همین ابزار رو برای حل مسائل دیگه توی علوم دیگه استفاده بکنید خب حالا مثل همه علوم دیگه علم نظری اعداد پس بر یه اصلی بنا شده و اون اصل گفتیم گسسته بودن اعدادی هست که ما باهاشون توی این علم سر و کار داریم خب گسسته بودن که یه مفهوم انتزاییه بیایم ببینیم میتونیم آیا این رو به صورت ریاضی بیان بکنیم در واقع به صورت به بیان ریاضی بیایم مفهوم گسسته بودن رو تعریف بکنیم خب این اصلی که میخوام بگم که در واقع نظری اعداد بر اون بنا شده یه اصلی است که قرار مفهوم گسسته بودن رو القا بکنه و اسمش هست اصل خوش اعداد ببینیم اصلا اصل خوش اعداد چی است و چرا مفهوم گسسته بودن رو میتونه بیان بکنه اصل خوش اعداد خب این اصل میگه که هر زیر مجموعه اعداد طبیعی هر زیر مجموعه ناتوهی اعداد طبیعی دارای کوچکترین عضو است. دارای کوچکترین عضو است. یعنی به بیان ریاضی اگر مجموعه S بزرگ یعنی اگر مجموعه S بزرگ زیر مجموعه عدد طبیعی باشه و S بزرگ توهی نباشه در اون صورت عضوی از اس بزرگ مثل مثلا اس صفر وجود دارد که از همه اعضای دیگر اس مثل اس کوچیک مثلا کوچکتر است یعنی هر چه باشد اس کوچیک عضو اس اس از اون کوچکتر خب ببینیم اصلا چرا یه چنین اصلی در واقع مفهوم گسسته بودن رو تو خودش داره ببینید این چی داره میگه داره میگه یه مجموعه اعداد طبیعی همیشه شما میتونید کوچکترین عضوش رو پیدا کنید خب مثلا اگه دقت کنید میبینید که راجبه یه مجموعه پیوسته مثلا مجموعه اعداد حقیقی این درست نیست چون که شما مثلا اگه بخوایم بگین عدد دور مثلا کوچکترین عضو اون مجموعه است باز اگه یه اپسیلون از اون برین پایین تر باز اون عدد هم عضو مجموعه عدد حقیقیه و اون میشه کوچکترین عضوش و به همین ترتیب باز میتونید برین پایین تر چون بی نهایت عضو بینه دو عدد وجود داره ولی راجع به عدد گسسته اینجوری نیست شما هر زیر مجموعه از اینو داشته باشین بالاخره میتونید کوچکترین عضو یعنی عضو ابتدای اون رو پیدا بکنید و این در واقع یه جوری به زبان ریاضی داره میگه که این مجموعه ها گسسته هستند حالا که با اصل خوش آشنا شدیم و دیدیم که چجوری مفهوم گسسته بودن رو میرسونه من میخوام یه چیز جالبی ها اینجا براتون بگم میخوام بگم که این اصل معادله با اصل استقرای ریاضی یادتون هست که یکی از ابزار خیلی قوی که ما تو درس ریاضیات گسسته تا الان برای اثبات قضیه آمور خیلی ازش استفاده میکردیم استقرار بود که تو اون میمدیم یه حکمی که داشتیم و اول یه پایه استقرار رو در نظر میگرفتیم بعد ثابت میکردیم که اگه این حکم برای مثلا هر انی درست باشه برای ان کم درسته درنچه برای تمام اعداد طبیعی درسته خب اینجا میخوام بهتون بگم که تا الان ما این اصل رو استفاده میکردیم بدون اینکه بدونیم این یکی از اصلای زیربنایی نظریه اعداده یعنی به خاطر بودن ما که ما میتونستیم تو این درس از این اصل استفاده بکنیم خب پس بیایم اصل استقرای ریاضی رو اینجا به زبون ریاضی بنویسیم اصل استقرای ریاضی چی میگه؟ میگه که هر زیر مجموعه اعداد طبیعی مثل S که دارای خواص زیر باشد با مجموعه اعداد طبیعی یا همون N برابر است. حالا اون خواص چیه؟ اون خواص اینا هست. خاصیت اول این که عدد یک عضو اس باشه و خاصیت دوم این که هرگاه عدد n عضو اس هست بتونیم نتیجه بگیریم که عدد n به علاوه یک هم عضو اسه. خب در اون صورت میتونیم بگیم که اس با مجموعه اعداد طبیعی برابره دلیلش هم واضحه دیگه شما ببینید میگه که یک عضو اس خب اگه یک عضو S باشه طبق خاصیت دوم عدد بعدیش یعنی دوم هست و بعد عدد سه هم با همین استدلال هست و به همین ترتیب و در واقع این به روش استقرا داره میگه که این مجموعه با مجموعه اعداد طبیعی برابره و شما یه چنین حرفی رو راجع مثلا عدد حقیقی نمیتونید بزنید چون اونجا نمیتونید اعضاش رو با یه فواصل گسسته ای مثل مثلا عدد یک مشخص بکنید اونجا اعداد با هم فاصله مشخص اینطوری ندارم اون مجموعه پیوسته است بین هر دوتا عضوش بی نهایت عضو دیگه وجود داره خب حالا چرا این معادله با همون اصل استقرار که با هم دیگه برای اثبات قضیه ها استفاده می کردیم دلیلش اینه که اونجا هم مثل اینجا یه حکمی داشتیم حکممون اینجا این هست که میخوایم ثابت کنیم مجموعه S با مجموعه عدد طبیعی برابره بعد می اومدیم یه پایه استقرار رو بنا می کردیم پایه استقرار که اینجا این هست که عدد یک عضو اس هست بعد می اومدیم یه فرض استقرار رو بنا می کردیم می گفتیم که فرض می کنیم مثلا این حکم برای عدد n درسته و بعد ثابت می که برای n به علاوه یک هم درسته و در نتیجه برای همه اعداد درسته و حکم ثابت می شون. پس این در واقع معادله با همون ابزار استقرار که توش برای اثبات قضایا استفاده می کردیم ازش. و حالا این اصل استقرار ریاضی با اصل خوش ترتیبی معادله تو جلسه بعد بهتون نشون میدم که چجوری با پذیرفتن یکی میتونید اون یکی رو ثابت کنید جفتشون دارن در واقع خاصیت گسسته بودن این مجموعه ها رو بیان میکنن این اصل خوش ترتیبی و اصل استقرار ریاضی یه معادله دیگه هم دارن که اون رو هم با هم بگیم و تو جلسه بعد ثابت میکنیم که چرا این ستا دو به دو با هم معادلن و از پذیرفتن یکی میشه اون یکی ها رو نتیجه گرفت پس اصل معادل سوم که میخوایم بگیم اصل استقرای قوی ریاضیه که چی میگه؟ میگه که هر زیر مجموعه اعداد طبیعی مثل S که دارای خاصیت های زیر باشد با مجموعه اعداد طبیعی برابر باشد با n برابر است تا اینجاش که شبیه همون اصل استقرای ریاضی بوده ولی از اینجا به بعد که یه بیان دیگه در واقع از اون اصله اون خواص اینه باز دوباره یک عدد یک عضو اس باشه ولی خاصیت دومش اینه که هرگاه همه اعداد طبیعی کوچکتر از n عضو s باشد n نیز عضو s اس است پس این در واقع یه بیان دیگه از اصل استقرار داره میگه اونجا خاصیت دوم این بود که اگه n عضو s باشه n بلاوی یکم عضو s اینجا داره میگه در واقع چیزی نیست جز معادله همون داره میگه اگه همه اعداد طبیعی مثلا کوچکتر از سه عضو اس هستن سه هم عضو و به همین دلیل شما میتونید از یک شروع کنید بعد بگین خب الان برای دو ما داریم که همه اعداد طبیعی کوچکترش عضو اس هم. پس دو هم عضو و با همین استدلال هی برین جلو و این رو تشکیل بدین پس اینم در واقع حرفی به غیر از همون اصل استقرای همون اصل خوش ترتیبی نمیزنه خب توی جلسه دیگه نشونیتون میدم که چرا این سه تا اصل با هم دیگه معادلن و میتونیم از یکی دیگران رو نتیجه بگیریم تو کلاس درس بعدی میبینم اتون.